سفری به عمق تاریخ و تمدن، تمدنی که امروز وارث آن هستیم، حاصل هزاران سال کار و کوشش ملل و اقوام مختلفی است که هر یک برای مدت کوتاه یا طولانی مسئولیت زنده نگه داشتن آن را به عهده داشتند و این سکان را به دیگری سپردند و به قول شاعر هر که آمد عمارتی نو ساخت و پس از مدتی این صحنه را برای ایفای نقش به دیگری سپرد. وستمین، روستایی از توابع بخش چهاردانگه در 85 کیلومتری مرکز استان. اینجا سایت کاوش‌های باستانشناسی وستمین و کشف 17 گوردخمه که حکایت از تاریخی 2000 ساله در این منطقه داره. سایت وستمین مربوط به دوره اشکانیان و شامل یک قلعه، محوطه استقراری و گورستان می باشد. در دوره اشکانی حدود 13 روش تدوین می شده. در اینجا یکی از اون روش ها روش تدوین دخمه‌ای استش. ابتدا زمین رو به صورت مستطیل به ابعاد 170 در 70 سانتی متر حفر می‌کردن تا عمق بین 2 تا 2.5 متر، بعد نقبی می‌زدن و فضای دخمه‌ای ایجاد می‌کردن و مراسم تدفین رو انجام می‌دادن. مشاهده شده که در یک دخمه تا 3 تا تدفین هم ما داشتیم. علتش چی بوده؟ اعتقادشون این بوده که ما اصلاً تو باستان شناسی بهش میگیم گورهای دست جمعی. بعد از تدفین نخست، ورودی دخمه با لاشه سنگ و ملات گل مسدود میشد و اشیایی هم در داخل فضای مستطیلی قرار میگرفت. اشکانیان که در کتیبه بیستون از آنها به پرسوها یاد شده، اقوامی کوچرو بودند. نزدیک این سایت به پایتخت دوم آنها یعنی صد دروازه دامغان اهمیت نظامی آن را بیان میکند. کاوشی که ما انجام میدیم بیشتر داخل گور ما ابزارالات جنگی پیدا میکنیم، مثل خنجرها، مثل شمشیر، مثل سرنیزه، اشیایی که کاربرد روزمره داشت همراه اینا تدوین میکردن، مثل کوزه ها، مثل ابزارالات تزئینی، زیورالات، گوشواره، دستبند. کاوش های باستانشناسی در این سکت تا 16 مرداد ادامه دارد.